کتابش ریشه دارد در افکار اهل بیت علیه السلام، در کلام اهل بیت علیه السلام، اونا رو نشان بدهن. مجرد ادعا این را ثابت نمی کند که ایشان اجتهاد کرده و اجتهاد ایشان بله معذور بوده. بفرمایید بزرگوار. خب من چند تا مطلب عرض کنم. یکی این که من یک تأکیدی که دارم به خصوص روی شخصیت امام خمینی، من با بقیه که کاری ندارم و حالا همونطور که عرض کردم خب قبولشون هم ندارم، ولی ببینید یه مسئله که هست این مستقل بودن. خب شما خودتون بهتر میدونید این یه چیز فقهی و شرعیه و کسی که لعن میشه و برای شرعی توجه داشته باشه. باز من عرض میکنم ببینید با همین تفاصیلی که شما فرمودید، ایشون با این روایاتی که حالا باز من قیام زید و قیام مختار و اینایی که اشاره هم فرمودید، ایشون درست یا غلط به این اجتهاد رسیدن که اون موقع بر اساس اینکه اسلام در خطره، به هر حال ما مؤمنون که برداخل به مؤمن ایشونو قبول داریم دیگه، به عنوان اینکه یه حرفی زدن که سخنجا موجوده که گفتن اسلام در خطره، علمای نجف شهر ساکتید و به هر حال این مطلب بهش رسیدن. برفرض که ایشون خطا کردن و حتی شما میگه خطای در برابر نص کردن که من اینو قبول ندارم و اگه وقت باشه حالا میشه باز روی این صحبت کرد، من عرض میکنم که اینکه شما حالا بیاید به خاطر این، حالا اونو به خاطر عزاداری فرمودید که مستقلا نیستم، من خوشحال شدم که اینو قبول کردید. الان هم اگه به خاطر این انقلاب حالا هر چی اسمشو بذارید حرکت اول اصلاحی بوده، اینو حالا فراموش کردید اشاره فرمودید، ببینید از اول حرکت اصلاحی بوده، قصد حکومت نبوده. من فکر میکنم به خاطر این ایشون مستقلا نیستن و اینکه وقتی هم حتی حکومت الان انقلاب پیروز شد ایشون رفتن قم، واسه شما حتما میدونید اینو که اصلا ایشون قصد نداشتن توی حکومت باشن و حتی اوایل علما رو از اینکه سمت اجرایی بگیرن منع کردن. بعد به خاطر مسائلی که پیش اومد، ترورها و عملکرد بعد غیر روحانیت، حالا ایشون درست غلط تشخیصن که برگردن تهران و حالا نظارت بیشتر و حالا شکل اجرایی وارد شد و بعد از این قبیل. بنابراین من با این مسائل یه چیزی هم که دارم، حالا به قول شما موقف یا مسئله‌ای که برای من مهم است، اینه که ما نمی‌تونیم یه مؤمن رو اینجوری در مورد صحبت کنیم. حالا ببینید الان رسیدیم به انقلاب اسلامی، شما می‌خواید بگید خون‌هایی گرفته شده، من اینا رو عرض کردم، تک تک اینا میشه با جزئیات صحبت کرد. من فکر می‌کنم باز به خاطر این مسئله هم ایشون، حتی من که قبول ندارم ایشون اشتباه کردن، اگرم اشتباه باشه و اشتباه در نص باشه، من فکر نمی‌کنم مستقلاً باشن و از این قبیل. و اینکه فرمودید در مورد اخوان مسلمی، خب این ادعاست، در حال باید این ثابت بشه حتما. ایشون ببینید نصوصی که و کتابی که دارن تاکیدشون روایات از قیام حالا حضرت امام حسین میگن، درست یا غلط استنباطشون این بوده محرم و سفرت که اسلام را زندگی نگه داشته و جملات دیگه که دارن که خیلی معروفه که شما بهتر میدونید. بنابراین اینا رو من فکر میکنم و در حال منطقی من دارم که ایشون خواستگاه تفکرشون اخوان مسلمی نبوده، خواستگاه کاملا شیعی بوده و با این با این مقدماتی عرض کردم، اولا اصلاحی بوده، بعد حالا بخواد عوامل دیگه انقلابی بوده که خود مردم میخواستن. مطمئنا اگه مردم نمیخواستن ایشون که با از پاریس نمیتونستن این مردم رو مجبور کنن بیان تو خیابون کشته بدن و از این قبیل. یه موردی هم فرمودید اینکه از کشورهای غربی ایشون به هر حال الگو برداری کردن، خب این به نظر من اشکال نداره، یه آدم برای هر کاری کمک بگیره و صدا شما نمیرسه بزرگوار، صدا شما رو ندارم. بله درست شد، بفرمایید. بله ایشون پیغمبر تو جنگ خندق به هر حال از سلمان فارسی در مورد حفر خندق یه مشورت خواست، حالا بار آموزشی داشته تربیتی داشته، ما که اصلا در مورد تصمیمای پیغمبر نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ما در این رتبه نیستیم، ولی به هر حال این بوده که به هر حال از سلمان فارسی یه روش جنگی بوده که یه موردی تو حالا غیر مسلمانان استفاده می‌کردن و خندقی حفر شد و از این قبیل. میخوام بگم که به هر حال این که ما توی مسائل اجرایی یا تو مسائل جزئی بیایم حالا شیوه قانونگذاری، ببینید شکل قانون اساسی و محتواش خب دو تا مسئله مختلف، از نظر شکلی خب این کمک گرفته باشن هیچ به نظر اشکالی نداره و بعد حالا قوانین اسلامی رو توش بریزن. حالا شما میگین ولایت فقیه اسلامی نیست، این بازی بحث جداست، ولی قوانین دیگه ای هست که توی حالا قانون اساسی فقط شکلش در واقع به طور عمده از کشور دیگه گرفته شده و اینکه حالا مشورت بکنه و کمک بگیره فکر نمی‌کنم مورد خاصی باشه، که حالا مواردی بوده، من یه موردش در مورد جنگ خندق در خاطرم هست. بله این مطالبی که حالا فرمودید شما پس من نکته اصلی اینه که باز من اصرار دارم روی مطلب که اجتهاد در نص هم اگر بوده باشه، حالا شما تشخیص بدید، تشخیص ایشون
این نبوده. و اینکه ایشون مستحقه، حالا برادر من لعن اصلا نیستن و این برادر من حکم صریح و شهیده که شما باز بهتر میدونید. یه چیزی هم فرمایید که علمای دیگه هیچ کدوم این کارو نکردن که نکته خیلی مهمی، البته من این رو خودش خودم رو این تعامل دارم، منتها حرکات در واقع مسائل مشابهی بوده، نه به صورت دعوت به قیام، مسائل خیلی تون در مورد حالا فتواهایی که بوده که حکومت در واقع مخالفت علنی بوده، دعوت به یه حرکت فیزیکی بوده، مردم رو در واقع دعوت میکنن به یه حالا قیام اسمشو نذاری، مثل مثلا تحریم تنباکو یا موارد مشابه که میگم مثلا قیام نبوده، ولی به هر حال مواردی بوده که علما میان عملا وارد میشن، از حالت امر معروف نهی منکر خارج میشن و وعظ و اینا بالاتر از اونه دیگه. به هر حال حالا این چیزی که به نظرم میرسه، من چون خیلی خدا خیلی ندارم در این بله. خدا خیرتون بده برادر عزیز من. اما این که میگه فرمودید که علما اعمالش انجام ندن شبیه قیام، این در شیعه نیست. علما مثلا اگر تنباکو را تحریم کرده این قیام نیست، کسی که قیام میکند یک انقلاب میکند این در بله، قیام نیست، ولی به هر حال یه حرکت غیر ارشادی دیگه، بله. محل ارشاد هم معروف خارج شده دیگه، فتوا داده که تنباکو حرامه. خب برادر بزرگوار من، آنچه که مهمه نه تنها علما قیام نکردن، حتی ترغیب به این امر در کتب خودم نکردن، یعنی این چنین هم نیست. این علمای ما، شما اگر کتابهای فقهی ما رو باز بکنین، یکی فروعاتی را مطرح میکنن که اصلا به فکر بشر خطور نکند، یک فروعاتی را مطرح میکنن که اگر این چنین اتفاق بیفتد حکمش چیست، اگر فلان کس مثلا دو زن دارد، یک زنش بزرگ یک زنش کوچیکه، مثلا زن بزرگ به زن کوچیک شیر بدهد، زن بزرگ به زن کوچیک شیر بدهد که دخترش میشه، در این صورت کلام زن بر این حرام میشه. خب حالا این کجا اتفاق میفته که کسی دو زن دارد، زن بزرگه بیاد زن دختر زن کوچیکه را شیر بدهد، پستان بدهن او بدهد، اونم شیر بخورد و این دختر رضایی او بشود، بعد بیایم ما اینجا بحث بکنیم که کدام اینه، بر کدام زن، حالا که یکیش دخترش شده یکی مادر دخترش شده، این کدامش حرام میشود. ببینید یکی فروعی را مطرح کردن علمای ما در کتب خود که عقل بشر با اونجا بله کمتر میرسد، اصلا مبتلا به نیست. خب این اصل حکومت را علماء ما بلکه تصریح دارند که وقتی که قدرت بر قیام برسد، مرحوم صاحب جواهر، همینایی که میگن که صاحب جواهر قائل به ولایت فقیه است، قابل به ولایت فقیه نیست، تصریح دارد که وقتی که عدد انصار به عدد کامل برسد، خود امام زمان علیه السلام قیام میکند و دولت تشکیل میدهد. علماء ما بر این مسئله تصریح دارند و مطلب این بدیهیه که اون زمانی که قدرت بر تشکیل دولت و قیام باشد، امام زمان علیه السلام ظهور میفرمایند. لذا نه تنها علمای ما متعرض نشدن، علمای ما خلاف آن را متعرض شدن. اما این کلام شما که مقابل نص نبوده، برادر عزیز من چطور مقابل نص نیست؟ وقتی که امام علیه السلام میفرماید کل رایت تخرج قبل قیام الحج علیه السلام فصاحب و طاغوت، وقتی که امام علیه السلام میفرماید لا تبرح الارض حتی یظهر السفیانی، تا زمانی که سفیانی نیامده حرکت نکن و گلیم خانه ات باش، و تا زمانی که سیحه را از آسمان نشنیده ای تو از حرکت نکن، و اینهایی که از ما علویین کسانی که قیام میکنن تا ظهور صاحب زمان علیه السلام، اینها هیچ کدامشان ما از اونها راضی نیستیم. اینا را که وقتی کجا چطور خلاف نص نیست برادر عزیز من، و این احادیث یکی دوتا نیست، احادیث زیاده که ائمه اطهار علیه السلام شیعانشان از قیام کردن منع کردن، و در جانب دیگر یک حدیث وجود نداره که امر کردن شما شیب دل قیام بکنید. لذا این ادعای شما که شاید ایشان اجتهاد کرده، من قبول ندارم. اگر شما بله، خب حالا اگر کسی میگوید ایشان اجتهاد کرده، خب بیارن اون دلیل اجتهادیش را، علمای حوزه این همش بله طرفدار حکومت ایران هستن، خب بیارند که این ادله دلالت داره توجیه میکنند انقلاب ایشان را. این از این برادر عزیز من. بله اما این حرف شما که میگید اول دعوت ایشان اصلاحی بوده بعد ایشان دعوت به انقلاب کردن، خب اون تا اون زمانی که اصلاحی بوده ما تایید میکنیم، تا اون زمانی که اصلاحی بوده و اون زمانی که بدعت ها ظاهر نشده اون زمانش درست بوده، اون زمانی که بعد از اون که ایشان ادعاهای گوناگون مطرح کرده که من ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را دارم و من حکومت تشکیل میدم به دولت به دهن این دولت میزنم، اون حرفا را که گفته از اون به بعدش ما همون را قبول نداریم. بله او تازه این حرفا را در نجف اشرف شروع کرده بود که این که در نجف اشرف ایشون حرف از ولایت فقیه و حکومت اسلامی میزد، در فرانسه که رفت باز ایشون حرفش را تغییر داد و اونجا حرف از جمهوریت، از مردم سالاری، از حقوق مردم، از حقوق بشر، از اینها میزد در فرانسه. دوباره وقتی که به ایران برگشت دوباره اون زمان بعد موضوع عوض شد و دوباره باز موضوع ولایت فقیه و حکومت کردن شد. اون زمانی هم که شما میگید ایشون قم رفت، قم هم که رفته بود تمام کارا دست خودش بود،
قوم هم که رفته بود، بازرگان مثلا نخست وزیر بود یا چی بود، اون زمان اونا کاره هیچ آنچنان کاره ای نبود. اون زمان هم آقای خمینی بله تمام کارا دست خودش بود. بله، اما این که بله برادر بزرگوار من کشکال نداره که آدم از قوانین اساسی حکومت‌های کافر استمداد بگیره و از اونها نسخه برداری بکنه. ببین برادر عزیز من، وقتی که ما میگیم یک شیء اسلامیه، باید این چطور مگر اسلامی میشه؟ مگر اینکه از اسلام باشد، یعنی خدا گفته، پیغمبر گفته، اهل بیت علیهم السلام گفته، در این صورت اسلامی میشود. مثلا ما بگیم نماز صبح دو رکعته، این نماز دو رکعت شرعیه. به خاطر چی؟ به خاطر که این تمام ارکانش را پیغمبر فرموده، اهل بیت علیهم السلام فرموده. حکومت چطور؟ حکومتی که رئیس جمهور داره، سابق ایران نخست وزیرم داشت، مجلس پارلمان داره، مجلس خبرگان داره، مجلس فلان، اینا کجایش را اسلام گفته؟ اهل بیت علیهم السلام گفته. کجا گفته که شما هر 4 سال انتخابات بکنید؟ کجا گفته که شما انتخابات بکنید؟ ببین برادر عزیز من، ما احکام اسلام، احکام حکومت اسلام را نمیدانیم. اینا یک چیزهایی که اینا از غربی ها گرفتن، یک مقدارش از عقل خود، از فکر خود اضافه کردن، یک مقدار دیگرش هم ارزش های اسلامی را خواستن مراعات بکنن، قاطی کردن، اسمش را گذاشتن اسلامی. اسلامی اینطوری درست نمیشه. شما اگر همین کار را که اینها کرده اند در باب دیگر کارهای دیگر در اسلام اگر انجام بدید، همه گی شما را تکفیر میکنه که این ملعون، این کافر، این بدعت آورده، چیزی را که خدا و پیغمبر نگفته، این میگه جزء دینه، جزء دینه. در اینجا همه گی ساکتن در این مسئله و این را اسمش را گذاشتن حکومت اسلامی، اطاعت از این، اطاعت از امام زمان علیه السلام. برادر بزرگوار من، امام زمان علیه السلام اصل حکومت ایشان، کسی را نگفته که شما به اینجا حاکم بشو و این مقام را به کسی نسپرده. ثانیا این که هیئت حکومت اسلامی چیست و شکل آن چیست، ما نمیدانیم. این چیزهایی که ایشان آورده اند، مثلا این قانون اساسی ایران، آقای منتظری و آقای بهشتی، اینها رئیس و نایب رئیس مجلس تدوین قانون اساسی بودند. بله، یک چیزهایی را آوردند و اونجا از پیش خود اضافه کردند و انداختند و انداختند و انداختند و انداختند به نام قانون اساسی، بالای سرشان اصل ولایت فقیه را انداختند. اینا هیچ کدامش را دین خدا نگفته، هیچ کدامش را دین خدا نگفته، اینا اسمش را گذاشتن حکومت اسلامی. برادر عزیز من، این یک بدعته. شما یک چیزی را که اهل بیت علیهم السلام، ما نمیدانیم نظر اونها در این مسئله چیه، ما جایی که نمیدانیم نظر اهل بیت علیهم السلام چیه توقف میکنیم، میگیم نمیدانیم فرمان اونها چیست، به ما توجیه نکردن، به ما نرسیده حرف اونها. شما از پیش خود بساز اونها نسبت بده به اسلام. خب این همون کار ابو حنیفه هست، کار عمر بن الخطاب، کار بقیه اهل بدعت دیگر. لذا برادر بزرگوار من، انقلاب ایشان هدفش چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی. این هدف یک هدف عوام فریبی بیش نیست. یک حرفی که ایشون از اخوان المسلمین یاد گرفته، اخوان المسلمین هم هر چیز از پیش خود بسازن، حرکت های مخالف عمری از پیش خود میسازن، میگن این اسلامی. یقین دارید که اولا ایشون عوام فریبی بوده و نیتشون صادق نبوده و دوم اینکه از اخوان المسلمین بوده؟ خب اگر یه دلیلی داشته باشه. اما این مسئله که ایشان از اخوان المسلمین گرفته، بر این مسئله آقای امیر طاهری مدیر سابق کیهان که در زمان شاه مدیر کیهان بود، ایشان کتابی نوشته به نام روح خدا در زبان انگلیسی. در اونجا ایشان تصریح دارد که آقای خمینی افکار سیاسی خود را از آقای نواب صفوی گرفته. از آقای نواب صفوی ساعتها ایشان جلسه های خصوصی داشتن و آقای نواب صفوی به ایشان این مطالب سیاسی را که فکر اخوان المسلمین چیست، قیام کردن بر علیه این حکومت های فعلی مسلمان ها، این حکومت ها دست نشانده استعمار هستند، این حکومت ها باید ساقط بشود، سرزمین های اسلامی باید یک حکومت مقتدر در بر علیه شرق و غرب، باید خود اسلام یک ابر قدرت باشد. این اساس فکر آقای خمینی، وحدت بین المسلمین، تشکیل دولت اسلامی و یک دولت فراگیر اسلامی از مراکش تا بله پاکستان تا بنگال تا مالزی. این یک امر اتفاقی نیست که فکر آقای خمینی عین فکر اخوان المسلمینه. این اینطور اتفاقی نیست که از اون اتفاق این اتفاق افتاده. برادر بزرگوار من، شما اگر تاریخ مخاطرات آقای منتظری را اگر بخوانید، روابط خیلی نزدیک بین آقای نواب صفوی و بین آقای خمینی اونجا تصریح شده و اونجا آقای منتظری میگوید من رفتم پیش آقای بروجردی، آقای بروجردی مخالف شدید بود با نواب صفوی و نواب صفوی اعدام نمیشد اگر آقای بروجردی اونجا دخالت میکرد.
آقای بروجردی اگر تصریح میکرد یا شهادت میداد که ایشان مجتهد هست، نواب صفوی اعدام نمیشد. و به خاطر همین بود که این جماعت نواب صفوی خیلی مخالف بودن با آقای بروجردی. آقای بروجردی نگذاشت، مداخلت نکرد، بله، و گذاشت که او اعدام بشود. آقای بروجردی اونجا آقای منتظری میگفت به من گفت که من تعجب میکنم از بعضی از عقلای قم که از این از نواب صفوی حمایت میکنم. منتظری میگفت من فورا متوجه شدم که منظورش آقای خمینی است. فورا نامه نوشتم، آقای خمینی مشهد بود، با آقای خمینی این چنین نامه نوشتم که این چنین جو بر علی شما در قم این چنینه که روابط شما با آقای صفوی، نواب صفوی، سبب شده که این چنین آقای بروجردی که مرجع وقته نسبت به شما بله ناراحت باشن. لذا این که نو روابط اینها نزدیک بود، خود منتظری و کلمات مطهری را ایشان نقل میکند، این امر مفروغ عنها. اما اصل این مطلب که افکار ایشان بله را از نواب صفوی گرفته، از اخوان المسلمین گرفته، این را ایشان امیر طاهری تصریح دارد در اون کتاب خودشان. و اون کتاب را من اینجا دارم، یک وقتی برایتان نشان میدم، به زبان انگلیسیه، اگر خودتان هم خواستید، شاید در ایران در اینترنت هست اگر خود شما خواستید اونجا ببینید. اما این حرف من که این حکومت اسلامی ایشان عوام فریبی بیش نیست. ببین برادر عزیز من، آقای خمینی از عوام الناس که نیست، ایشان روحانیه، الان فقیه خیلی بزرگ نیست، روحانیه. وقتی که ایشان میگه من حکومت اسلامی تشکیل میدهم، خب یک بار فکر نمیکنه که این قوانین این حکومت کجایش اسلامی خواهد بود؟ من چیکار خواهم، کجای این اسلامی خواهد بود؟ آخر من میگم این عوام فریبیه. به خاطر چی؟ به خاطر این که اگر مردم عادی نفهمیدن که حکومت اسلامی احکامش غیر معلومه، آقای خمینی میدانست که احکامش غیر معلومه. ببخشید اگه ممکنه من همینجا یه عرض بشه. بفرمایید. ببینید میفرمایید حکومت اسلامی، ایشون شما اصلا جایی رو نمیدونید که ایشون گفته باشن. ایشون جمهوری اسلامی هم میشه میگفتن. بعدم اینکه اینو به رأی مردم گذاشتن، اگه از اول ایشون یه همچین قطع 100 درصد قطعی داشتن، خب اصلا هم خود جمهوری اسلامی که حالا اون همه پرسی معروف و هم قانون اساسی رو به رأی نمیذاشتن. پس ایشون اگه هم قصدشون این بوده که حالا به حال اولا حکومت اسلامی نبوده و حالا لفظش و محتواش با جمهوری اسلامی فرق میکنه، و بعدم اینکه اینو به رأی مردم گذاشتن، به حال با توجه به اتفاقاتی که تو یکی دو روز هم نبود، حالا حداقل سال 42 15 سال به قول شما این افکار مطرح شده و مردم اومدن به همین چیزی رأی دادن. حالا فرض کنین اصلا یه پدیده اجتماعی دیگه، حالا اسمش رو روی حکومت اسلامی هم نذارید، مردم اومدن بر اساس دموکراسی چی رأی دادن، حالا رأی مردم درست یا غلط، یعنی ایشون مردم رو مجبور نکردن، با اینکه امور قدرت به دستشون اومده بود میتونستن این کارا رو بکنن. حالا حداقل ظاهرا یا هر چیزی که اسمشو بذاریم یه همه پرسی انجام شد. یعنی میخوام بگم از این مرحله بعد وقتی که شکلشو مردم تعیین کردن، ایشون هم حالا به هر حال اول به قوم تشریف بردن، شما میگید که نه ایشون همه چیز دستشون بود و این یه چیز حالا نمیدونم سوری بوده چی بوده. ببین اینا خیلی جالبه که خب به هر حال ایشون منع کردن روحانیت رو از حتی پروسه اجرایی. بعدم فکر کنم این چیز ایدئالی بوده که ایشون به عنوان مرجع و دیگر مرجع توی قوم تشریف داشته باشن و حکومت هم مثلا عاری از روحانیت باشه، مخصوصا تو مسائل اجرایی، و ایشون حالا نقش نظارتی. شما میگید خیلی همه کارا هم بودن، چه اشکالی داره؟ تو مسائل اجرایی وارد نمی‌شدن، همه چی بر اساس حالا یه حکومت، حالا اسمش هم شما میخواین اسلامی تاکید نکنید روش، انجام میشده. ایشون و مراجع دیگه هم حالا در حد نفوذ خودشون روش نظارت داشتن. تا اینجا شو اگر شما قبول بفرمایید، خب خیلی از اختلافات ما حل شده. بعد حالا ایشون میان و شکل عوض میشن، روحانیت وارد حکومت میشن و حالا یه تغییرات پیدا میکنه. باز من خواهش میکنم ما دقیق صحبت کنیم، یعنی روی انقلاب اسلامی با این مقدماتی که عرض کردم، ایشون از اولم من جایی ندیدم ایشون لفظ حکومت اسلامی روش اصرار داشته باشن، حتی بعدش هم اینو به رأی گذاشتن، و چیزی که بوده از اول حرکت اصلاحی بوده، یه حرکتی بوده که مردم باش موافق بودن و می‌خواستن یه وضع خوب به خوبتر بعدی به الا به خوب تغییر بشه، به هر حال یه تغییر مثبت ایجاد بشه. حالا با این تفاصیل باز هم ببین من برای چند بار تاکید میکنم، لعن کردن یه چیزه به هر حال سبک آسونی نیست. ما حالا لعن کنیم من یه خواهشی حالا در شما بیایید و در مورد ایشون حداقل اینو به کار نبرید، با توجه به اینکه خب خیلی تفاوت میکنم با روحانیانی که الان تو حکومت هستن. حالا من رو صدق نیت ایشون هیچ شکی ندارم و ایشون رو حالا شما شاید شک داشته باشید، و بازم تاکید میکنم برای چهارمین بار که من نمیدونم لعن کردن، شاید چون ما در مورد حالا
اون ملعونین اصلی عمر و ابوبکر زیاد به کار بردیم، یه مقداری برمون عادی شده. خب اون جایگاه خودشو داره تو قرآن، هم آیه خودشو داره. من اینکه بگم در مورد انسان شیعه به همین راحتی به کرات به کار بریم، اونم که کسی که به هر حال با این مقدمات من فکر می‌کنم یه حرکت غیر دینی انجام نداده، شاید درست نباشه. و اینکه فرمودید که توی اینا تو مجلس خبرگان اینا ببینید تو حکومت نبوده، خب ببینید ما باید ببینیم که تو این حکومت که چیز غیر اسلامی که نبوده. فرض کنید مثال میزنم، مثلا یه مسئله مثل شراب خوردن، یعنی ضد اسلامی که نبوده. بنا به مقتضیات زمان ممکنه مثلا بانکداری مطرح بشه، فرض کنید بورس مطرح بشه. خب اگه اینا ضد اسلامی نباشه، حالا چه اشکالی داره وارد حکومت بشه ولو اینکه اسم اون جمهوری اسلامی باشه؟ بله. من اینا فکر می‌کنم منافاتی نداره که حتی مجلس خبرگان دموکراسی اینا چیزای ضد اسلامی که نیست. حداقل میتونیم بگیم که اینا توی اسلام تاکید روش نشده، اسلامی نیست، ولی به هر حال هر چیز غیر اسلامی که ضد اسلامی و حرام و کفر که نخواهد ببین. بله بزرگوار، خیلی متشکرم. اما این که شما میگید مردم آمدن رأی دادن و انتخاب کردن و این کارا، مردم با ایشان همکاری کردن، ببینید این از مسئولیت آقای خمینی چیزی نمی‌کاهد. ما آقای خمینی را برای نقش خودش محکوم می‌کنیم و آقای خمینی را مسئول گفتار خودش و کردار خودش می‌دانیم. بله، ما کسانی که ایشان را حمایت کردند، کسانی که از ایشان پیروی کردند، عامه مردم دوست داشتن ایشان را پیروی کردند، اونها مقصر هستند. اما این چیزی از تقصیر آقای خمینی کم نمی‌کند که مردم چون رأی داده. آقای خمینی بله، اون جایی که مردم از ایشان پشتیبانی کردن، به خاطر پشتیبانی مردم بعضی کارها اشتباه را توانست بکند، در اونجا مردم در جرم ایشان شریک است. اون جایی که آقای خمینی خودش پیشتاز بود و این بدعات را به مردم تحمیل کرد یا به مردم یاد داد، اونجا مسئولیت با خود آقای خمینی. شما میگید که آقای خمینی حکومت نگفته، جمهوریت گفته. برادر بزرگوار من، دیگر شما که استاد دانشگاه هستید، شما حداقل این حرف را نگویید. یعنی این حکومت نیست، این جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی. این کتاب آقای خمینی، کتاب ولایت فقیه ایشان، چاپ قدیمی، کتاب ولایت فقیه و جهاد اکبر، سخنرانی های ایشان در نجف اشرف، در اینجا ایشان لزوم حکومت از نظر اخبار طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلامیه و رویه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیرالمومنین علیه السلام، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتی از حضرت رضا علیه السلام، ایشان حرف حکومت اسلامی را در نجف اشرف میگفتند و زیاد میگفتن. عوام فریبی برادر بزرگوار من اینجا هست که وقتی که حکومت اسلامی معلوم نیست، حکومت اسلامی شکل و قوانینش اصلا در دست ما نیست، شما آقای خمینی چی چیز را، شما به عنوان یک انسان عاقل چی چیز را میخواید تأسیس بکنید؟ کجایش از اسلام شما استنباط میکنید؟ شما فرمودید برادر بزرگوار مجلس خبرگان، مجلس مقننه، من نمیدونم فلان، وزارت خارجه، اینا که ضد اسلام که نیست. آخر بله جزء اسلام نیست، اما ضد اسلام نیست. مام برادر بزرگوار من، ای کاش شما به عنوان این که اینا جزء اسلام نیست، این رحمت شما میگید این حکومت اسلامی، حکومت امام زمان علیه السلام. آقای خمینی میگفت که طاعت از این حکومت مثل طاعت از امام زمان علیه السلام، مخالفت با این مخالفت با امام عصر علیه السلام. این حکومتی که هیچ جایش معلوم نیست که از امام زمان علیه السلام باشد، تمام چیزاش من درآوردی است پیش خود درست کردن. این آوردن میگین حکومت امام زمان علی سو، ای کاش شما این حرف را میگفتید، آقای خمینی این حرف را میگفت که بله ما ادعا نداریم این حکومت اسلامیه، ما قبول داریم نه انتخابات، نه ریاست جمهوری، نه ولایت فقیه، هیچ کدام اینا اسلام نیست، این به عنوان یک شیء عرفی از لحاظ شرعی ما ادعا نداریم. یعنی از لحاظ قانونی حکم ما حکم حکومت پاکستان، حکومت عراق، حکومت عرفی هست، ما ادعای شرعی اینجا که اشکالی نبود. آقای خمینی بدعتش اینجا هست، یک شیء غیر اسلامی را که خودش درست کرده. اون کسانی که مانند خودش بودن، مانند منتظری و بهشتی و مکارم شیرازی، اینا اونجا نشستن، اینا را بدعت گذاشتن، چیزی که خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته، اسم اون را حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی گذاشتن. بله، و جمهوری هم یک نوعی از حکومت، حکومت و جمهوری در مقابل هم نیستن، جمهوری قسمی از اقسام حکومت، اسم اون را دولت اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی گذاشتن و طاعت از اون را طاعت امام زمان علیه الصلاه از مخالفت با آن را خیانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسم گذاری کرد. این بدعت برادر بزرگوار من. چیزهایی که شما میفرمایید که اینجا بله چیزی که مهمه اینجا برادر بزرگوار من که ادعا و آن مواردی که جواز لعنه، ببین برادر بزرگوار من، کسی که شراب میخوره در اسلام لعنته، ملعونه. کسی که مثلا در اسلام بیاد یک انگور بکارد که بعدن از اون با نیت این که این انگور را بعد ببرن چی درست کنن، شراب درست کنن، او جایزه که آدم او را لعنت کنه، بلکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را لعنت کرده.
برادر بزرگوار من، کسی که آمده این همه مخالفت صریح با نصوص شرعیه کرده در حالی که علما او را تذکر دادن، اینطوری نیست که تذکر ندادن. استاد آقای خمینی صد احمد خونساری زنده بود وقتی که ایشان از فرانسه به ایران برگشت، به من ثقات نقل کردن که آقای صد احمد خونساری در قم با آقای خمینی ملاقات کرد، با آقای خمینی گفت که آقای خمینی شما ادعای ولایت فقیه میکنید، به من بگو این ولایت فقیه برای همه مجتهدینه یا فقط برای اعلمه؟ اگر برای همه مجتهدینه که پس شما چرا اینو به خود اختصاص دادی که شما ولی فقیه هستید دیگران نیست؟ اگر اختصاص به اعلم دارد، اگر این منتظری و مثلا بهشتی و اینها منکر باشند و یا ندانند، اما تو خودت خوب میدانی که من استاد تو هستم و از تو اعلم هستم، پس من که زنده باشم این تو کجا آمدی ولایت ادعای ولایت فقیه کردی؟ برادر بزرگوار من، کسی که عقیده اش را در معرفت پروردگار عالم از یک دشمن امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام ابوبکر ابن عربی میگیرد و قائل هست که خداوند متعال هیچ جای دنیا را نیافریده، قائل است که پروردگار عالم هیچ، این عالم همش موهومه، خداوند متعال است که به اشکال مختلف در آمده به صورت این کتاب. اجازه بفرما، اجازه بفرما دقیق صحبت کنیم. من دقیق صحبت میکنم. نه آخه اینا میره بحثای دیگه، یعنی خیلی خب، من برمیگردم، من اونا را وعدت وجود ول میکنم، وعدت وجود ول میکنم. پس برادر بزرگوار من، که اینه که چون بدعت ایشان ثابته، ظلم ایشان ثابته، ظلم هایی که کرده، اعدام هایی که انجام داده بلا دلیل، این 8 سال جنگ را ایشان ادامه میگفت که جنگ بکنید با اونها، بله، و اون قتل های مختلفی که در ایران صورت پذیرفت، مراجع را که اونها ظلم کردن، خود آقای منتظری در کتاب خود نوشته که قضیه صادق قطبزاده یک دروغی بیش نبود و فقط هدف اینها این بود که آبروی مرحوم آیت الله شریعت مداری را ببرن. خلاصه این ادعای این که من تمام اختیارات امیرالمؤمنین علیه السلام را دارم، همه اینها برادر عزیز من، اینها از اون شاندن یک نهال برای ساختن شراب خیلی بالاتر. بفرما، فرمایشی دارین جانم؟ خواهش میکنم. ببینید اینکه فرمودید این، حالا من باز عرض میکنم چون هر کدوم از این موارد ادامه جنگ اینا نمیدونم وحدت وجود اینا، خب خودتون بهتر میدونید، هر کدوم جلسات زیاد و پراکنده شدن این خب کمک نمیکنه. من خواهش میکنم دقیق صحبت کنم از این جهت. ببینید اینکه میفرمایید یه لحظه، اصلا من استنباطی که دارم وقتی شد جمهوری اسلامی، یعنی از اون حکومت اسلامی فاصله میگیره. یعنی چی؟ یعنی برای خودش اون حق الهی رو به عنوان حاکم الهی، حالا ممکنه بگه تناقض داره با اون ولایت فقیه، ولی به هر حال جمهوری اسلامی میشه رأی مردم هم توش دخیله. یعنی اصلا به ادعای این که در واقع مشابه حالا ولایت رسول الله یا ولایت امیرالمؤمنین باشه تناقض پیدا میکنه. یعنی که بگیم رأی مردم هم به عنوان جمهوری اسلامی در این دخیله. بنابراین این دوتا اگه جمهوری اسلامی در نظر بگیم، فرقش با حکومت اسلامی میشه که اصلا اون شکل و اون ادعا رد میشه. و به نظر من این شکل حالا با اون چیزی که شما روش اصرار دارید که حکومت اسلامی فاصله پیدا میکنید، چرا؟ شما اجازه بدید بزرگوار، شما فکر میکنید جمهوری جمهوری در مقابل حکومت یا جمهوری انواعی از حکومت؟ نه، عرضم این است که اصلا ماهیتش با حکومت اسلامی فرق میکنه. یکی از مطالبی که به حق میگین اینه که اگر خطایی توی چیزی به نام حکومت اسلامی رخ بده، به نام اسلام موجب بدنام شدن اسلام میشه و غیره. وقتی جمهوری اسلامی اومد حالا وسط، یعنی رأی مردم تو این دخیله و حالا احکام شکل اسلامی دارن. حالا باز این تفصیلش تو این چند دقیقه امکان پذیر نیست، ولی به هر حال وقتی همین که رأی مردم داخل شد، مسئولیتی متوجه دین، حالا بگیم یا تشیع یا روحانیت، به اون شکلی که حاکم اسلامی باشه نمیکنه. و به نظر من از این جهت خیلی مترقی اتفاقا، یعنی ما شکل حکومتمون در راستی احکام اسلامیه، ولی خب رأی مردمه که داره اینو تعیین میکنه. یعنی اگر مردم مثلا به یه رأی بدن، حالا ببینید الان مصادیق فرق میکنه، شما نگید الان اینجوری نیست یا اون موقع هم نبوده، الان هیچ کی نمیتونه مثلا آقای خامنه‌ای رو در واقع کنار بذاره. ببین شکل جمهوری اسلامی اینه که هر لحظه درستش اینه که مردم به واسطه حالا خبرگان یا حتی بدون واسطه بتونن اون حاکمی ها که قرار داره اونو بتونن عزلش کنم. خب این اصلا ربطی به ولایت پیغمبر یا حضرت علی نداره، چون اونا اصلا. ببین بزرگوار من، همین که شما میگید، اجازه بده، همین که من توضیح مفصل دادم، همین که شما میگید فلان شی اسلامیه،
این که به ادعا که نمیشه شما هر کاری در عالم بکنید بعد اسمش بگذارید اسلامی، از پیش خود بیاد انجام اموری را اختراع بکنید بعد بگید این اسلامی. با گفتن شما یک شیء اسلامی نمیشود، با گفتن کی اسلامی میشود؟ با گفتن خدا، پیغمبر، ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام. شما اسم حکومت را بگذار، بردار اسم جمهوری را بگذار، فرقی نمیکنه. این حکومتی که جمهوری، شما جمهوری گفتید که مردم، این را هم که اهل بیت علیهم السلام خدا و پیغمبر که نگفتند. شما یک بدعت دیگر را آورده، شما میگه ما اسمش حکومت نمیگذاریم. خب نگذار، آقای خمینی اسمش حکومت میگذاره، عقلای عالم همه گیش اسمش حکومت میگذاره، نگذار حکومت، جمهوری بگذار، فرقی نمیکند. شما یک بدعتی در دین وارد کردید به نام شرع مقدس و میگید که اطاعت از این، در حالی که این ممزوجی از متناقضات آراء مردم. چطور اطاعت از آراء مردم؟ اطاعت از امام زمان علیه الصلاه و السلام. بعد در رأس اون رئیس جمهور، در رأس رئیس جمهور هم جناب ولی فقیه. شما این را همش از پیش خود درست کردی، از پیش خود، از فکر خود. اهل بیت علیه السلام نگفته جان من، هیچ کدامش نگفته، از پیش خود درست کردی. اجازه بفرما، اجازه بفرما، اسمشو گذاشتی اسلامی. شما میگید این یک چیز مترقیه. برادر بزرگوار من، شما از پیش خود درست کردی. این که مترقی باشد یا نباشد، این شاید باشد، من کاری ندارم. این اسلامی نیست. این که گفتی اسلامیه، این عوام فریبی بیش نیست، این بدعته. شما آقای خمینی به عنوان یک مرجع تقلید اونجا در نجف اشرف نشسته، میگه تمام فقها نمیفهمن، من میفهمم، من حکومت تشکیل میدم، من انقلاب میکنم. خب تو که میخوای انقلاب بکنی، اون حکومتی که تشکیل میدی، تو که اینقدر نابغه هستی دیگران نفهمیدن، تو فهمیدی، اون از روی چی تشکیل میدی؟ خب اهل بیت علیهم السلام که گفته بشین خانه‌ات قیام نکن، تو میگی که نه من میفهمم، من قیام میکنم. بعد حکومت هیچ کدامش اهل بیت علیهم السلام نگفته. این همه مخالفت صریح، قدم به قدم مخالفت صریح با فرمان ائمه علیهم السلام. بعد شما میگید کجاش این اشکال داره؟ خب همش قدم به قدم مخالفت جان برادر. حالا شما نمیخوای بپذیری، نمیخوای ببینی، دیگه اون تعصب شما رو من علاج ندارم. نه ببینید، من تعصب مطرح نیست. ببینید شما بحثی که میکنید، من میگم جمهوری اسلامی فرقش با حکومت اسلامی اینه، من خودم قبول دارم. ببینید تناقضاتی وجود داره. اینکه ما بگیم نایب امام زمان، خب این روایتی است که هر روحانی میتونه یه نائب عام بشه. اینه که بیان روی شخص اختصاص بدن، شخصی که خب به هر حال نمیخوام در مورد صحبت کنم، مثلا الان این شخصی که ادعا میکنه، خب مشخصه که این انحراف از اصلا جمهوری اسلامی. یعنی دو تناقضی که قابل حل نیست. اگه بگیم جمهوری اسلامی، یعنی به هر حال مردم نقش پیدا میکنن، وقت نائب امام زمان که خب حکومت در واقع اختیارش غالبا تو این حوزه که اختیار داره تام هست. من اینو قبول دارم، منتظر زمینه که وقتی بگیم جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه شکلش نظر مردم رو مطرح میکنه، با اون چیزی که بگیم حکومت اسلامی است و ایشون نایب امام زمانه و ولایت رسول الله، خب اینو من قبول دارم، این تناقضیه. ولی چیزی که از اول رأی گذاشته شد و تشکیل شد، حالا من دوستشم با هم رو هم انقلاب متمرکز بشیم، چون واقعا هر کدومش این که تاکیدم اینه که رو همون صحبت کنیم، این که خب پراکنده میشه بس. ولی وقتی میگیم جمهوری اسلامی، اون مسئولیت رو از دین برمی‌داره. اصلا شما اسمش را اصلا اسلامی هم نداره، جمهوری دینی مثلا عرض میکنن دیگه. این وقتی نظر مردم مطرح شد، اون نگرانه که مثلا دین بدنام بشه، یا تعابیری که مثلا توی انقلاب اسلام شهید شد توی انقلاب اسلام، اینا مثلا جایی نداره. بله اگه میگفتیم که این حکومت فقط بر پایه احکام اسلامه و نظر مردم هیچ نقشی نداره و این احکامی که ما استخراج میکنیم، بله به عنوان نایب امام زمان مطمئنیم که نظر امام زمانه، که ممکنه الان بله این ترقی انحرافی باشه، خب این کاملا مردوده. ولی من عرضم اینه که چیزی که با این جمهوری اسلامی مطرحه و با ولایت مطلقه فقیه هم به نظر خود من تناقض داره، اینه که رأی مردم باعث میشه که اون مشکل ببین بره. اصلا اعتراض ما این نبود که اسلام اینجا بدنام میشه. شما برادر بزرگ، شما الحمدلله فکرتان خوبه، متوجه بشید. من اصلا مطرح نکردم که مردم اینجا اعتراض میکنن، پس اعتراض مردم را ما چطور علاج بکنیم؟ این قبلا مطرح شده بود. مهم اینه برادر بزرگوار من، مخالفت با نصوص اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این فسق در دین. اگر کفر نباشد، فسق در دین حداقل هست، معصیت عظیم. وقتی که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام چیزی به نام جمهوری نگفته، یک مرجع تقلید بیاد اون رو تایید بکنه که این جزء دینه، این دینیه، این اسلامیه، خب این فسق در دینه برادر عزیز من. این بدعت، یعنی این بدعت، یعنی این. یا شما مثلا یک نمازی وجود نداره، شما از پیش خود بیا یک نماز را بساز که این نماز اینطوری بخوانید این قد ثواب داره، خب این بدعت دیگر. بدعت یعنی همین، یک چیز را که خدا و پیغمبر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام نگفته، شما از غربی ها یاد بگیر، یک مقدارش از اخوان المسلمین، یا نگرفتید اصلا از غربی ها نگرفتید، از اخوان المسلمین نگرفتید، از پیش خود ایرانی ها نشستن درست کردن.
مطهری و مکارم شیرازی و بنی صدر و نمیدانم قطب زاده و اون و اون و اون نشستن با بهشتی و منتظری اونجا درست کردن. خب همون چیزی را که خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نگفته، نه اصل انقلاب را گفته، نه جمهوریش را گفته. حالا شما میگید که بقیه امور را مطرح نمی کنید، این دو امری را که شما مطرح کردید خب کافیه برای بدعت گذار بودن ایشان. جواب دارید؟ ندارید. والا من حالا من شما رو قانع نکردم، شما من قانع نکردید. نه شما، جبرئیل هم بیاد شما رو قانع نمی کنه. شما رد علمی بفرمایید. ببینید حالا سلاح شکست خورده در مناظره همیشه اینه که من قانع نشدم. بله اون کسی که دلیل نداشت میگه من قانع نشدم. خب شما بیا رد بکن. ببین من خوشحال شدم، ما از یه ساعت مؤدبانه خیلی خوب با هم صحبت کردیم. بله دلیل شما، من هستم از فقهی اصلا تخصصی ندارم که به زور روایات وارد بشم و اینا، دلیل شما محکم‌تر بود. ولی من باز از نظر اجتماعی از سیاسی بیشتر حالا و تحصیلات خیلی مختصر خود زنده باشه، خدا خیرتون. اگه مثلا وارد اون مسائل نشم، من واقعا قانع نشدم. دلیل شما هم والا شما هر وقت برادر بزرگوار من، حالا شما اگر شکی در حرف من دارید، هر وقتی که حالا اگر ولو فقیه نباشید، متخصص در فقه نداشته باشید، این خدا به شما عقل داده، این با این عقل و یک سواد معمولی هم آدم خیلی از امور رو میتونه بفهمه. و هیچ اصلا اهل بیت علیهم السلام کدام فرمول اتم را نیاوردن که شما سخت باشه فهمیدن. هر وقت شما اون کلام اهل بیت علیهم السلام را که دلالت میکند بر جواز انقلاب و جواز قیام، شما اون را پیدا کردید برای ما بیارید. ما 5-6 ساله که ما 5-6 سال اجازه بدید، 5-6 ساله که ما منتظر هستیم. ثانیاً اون چیزهایی که اهل بیت علیهم السلام فرموده که جمهور باید 4 سال انتخاب بشود و مردم باید انتخاب بکنند و شورای خبرگان باشه، اینا باشه، این هیئت، این جمهوریت که اینا درست کردن، این را کلیش را جزئیش را کجا اهل بیت علیهم السلام فرموده، این را هر جا پیدا کردید این را بیاورید. اون وقت ان شاء الله العزیز حق دارید بگویید که حرف من ضعیفه. تا این را تا روز قیامت هم پیدا نمیکنید. بفرمایید. دلیل شما قوی تره، ولی من هر زمینه مگه هر چیزی که حالا موضوعش پیش نیامده زمان اهل بیت، حالا چیزای حالا دینی اجتماعی حتی غیر دینی، ما چون ایشون ذکر نکردن و اشاره نفرمودن، ما بگیم که خب این ضد اسلامیه. نه جانم، موضوعش خیلی پیش آمده. حکومت های جائر در زمان ائمه علیهم السلام خیلی زیاد بود و پیشنهاد قیام داد کردن بر علیه اونها از زمان امیرالمومنین اصلا مطرح بود و ائمه علیهم السلام همواره اونها را رد میکردن و شیعان شرنم فرمودن که قیام نکنید. لذا نگوید که این موضوع، مثلا این موضوع مانند ماشین و مانند سفر به مریخ نیست که مطرح نبوده سابق. از سابق قیام بر علیه حکومت های جائر مطرح بود و خیلی مردم بودن انقلابی بودن، انقلاب میکردن الا ما شاء الله. و ائمه اطهار علیهم السلام رو همواره ملامت میکردن، سرزنش میکردن که شما چی امام هستی، اینقدر علم داری خروج نمیکنی. زیدیه عموما ائمه ما علیهم السلام رو اهانت میکردن، به خاطر همین میگفتن اینا بله مردم را امر نمیکنه که جهاد بکنن، جهاد را ترک کردن. این از این. و اما بله امر حکومت که شکل حکومت چه جوری باشه، این حکومت هم یک چیز جدیدی نیست برادر عزیز من که اینا مطرح نباشه. حکومت هم اصل اختلاف امیرالمومنین اصلا با ابوبکر بر حکومت بود که شما بگید که اینا مسائلی از مستحدثه و مطرح نبود، از سابق مطرح بوده. اگر ائمه اطهار علیهم السلام میخواستند که شیعیانشان تشکیل حکومت بدن، میفرمودند. آخر امام هستن یا نیستند، از جانب خداوند متعال علم ماکان و ما یکون را دارن یا ندارن. خب دارن این علم را و از جانب خدا هادی هستن، شیعیانشان فرمان کرده از قیام کردن. خب اگر حکومت مطلوبی در نظر داشتن که شیعیان در اصل غیبت قیام بکنند و مثلا از این کارا دست اندازی بکنن، خب بیان میفرمودن یک جا شکل حکومت را، این کار را بکنید، این کار را بکنید، این کار را بکنید. نه تنها امر نکرده، نهی کرده. جان برادر، حالا شما در برابر نصوص ائمه علیهم السلام نمیخوای تسلیم بشوی چون تعصب داری برای آقای خمینی، همونطوری که جماعت عمریه تعصب دارد برای عمر. هزار دلیل بیاری بازم میگه قانع نشدم. بفرمایید. این همه مسئله که فرمودید که حالا علما بعد درست حالا زمان انقلاب شیش کد مرجع بزرگیشون موافق نبود، من یه سوال از خودتون در همین مورد دارم جان. حالا همه این مواردی که میفرمایید در جریان بودن، چه در زمان حیات ایشون چه بعد از الان، و مراجع خارج از کشور که خطر جانی براشون نداره، همه اینه که شما میگید، چه از نظر روایات، چه از نظر تبعات انقلاب و حالا تشکیل جمهوری اسلامی، کدوم مرجع اومده ایشون رو لعن کرده؟ از مراجع بزرگی که حالا سنتی یا غیر سنتی خارج از ایران که هیچ خطر جانی نداره برایشون، و حالا اسمه برای خودتون بهتر میدونید،
و حتی تاییدات ضمنی داریم. همین چند روز پیش از یکی از این مراجع که فکر میکنم شما قبولشون دارید داخل قم، ایشون رفتن بعد دیگه امام تشریفوردن دیدارشون با هم صحبت کردن و هیچ بحث لعنی نیست. من اینو باز تاکید میکنم که اگر جواز لعن در مورد ایشون چطور که شما میگید هست، خب به حال این مراجع که خب اولا بودن. ببین برادر بزرگوار من، بحث تقیه هم نیست، بحث خطر جانی هم نیست، اینو چرا انجام ندادن؟ از مراجعی که در از شاگردایشان بود، هم فکرانشان بود، آقای منتظریه، خاطرات آقای منتظری را شما مطالعه بفرمایید، ایشان صریحا میگوید که آقای خمینی در سال 67 یا 68 امر قتل چند هزار بیگناه را صادر کرد، امر اعدام چند هزار بیگناه را صادر کرد. درست آقای منتظری اونجا لعنت نکردن، اما همین که شما چند هزار بیگناه را که مستحق اعدام نیستن اعدام میکنن، خب چه فسقی بالاتر از این برادر من؟ چه فسقی بالاتر؟ شما میگید مراجع ایشان را لعنت نکرد. خب وقتی که منتظری که شاگردش از ثمره حیاتشه و تا آخرم وفادار بود تا با آقای خمینی، اینطوری نبود که خائن باشه با آقای خمینی، اما آدمی بود که راست میگفت. اونجا صریحا میگوید در خاطرات خود که ایشان در سال 67 یا 68 اونجا چند هزار آدم بیگناه را امر اعدامش را صادر میکنند. خب برادر بزرگوار، درست ایشان صریحا لعن نکرده، خب اما این خب جواز لعن دیگر این شاخدم نداره. ثانیه در همین جلسه، در همین محدوده‌ای که ما بحث کردیم، اصل قیام و اصل انقلاب و جمهوری اسلامی، وقتی بدعت بودن این ثابت شد، دیگر بدعت گذار را لعنت کردن این که کدام یک و دو ندارد جان. وقتی بدعت بودن این ثابت شد، دیگر بدعت گذار را لعنت کردن این که کدام یک و دو ندارد جان. درسته؟ یا علی مدد، ممنونم، زنده باشی بزرگوار، خدا خیرتون بده. شما اون دلیلا رو هر وقت پیدا کردی زنگ بزن. بله، یه سوال غیر از خارج از بحث بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. من یه سوالی دارم در مورد حالشون، اسم شبکه نام شبکه در اهل بیت هست، در مورد ارتباط نماز و ولایت حضرت علی علیه السلام. ببین ما این مشکلی که خیلی